حبیب الله از بزرگان ولایت هرات در قید حیات است و خبرهای نشر شده مبنی بر کشته شدن او توسط طالبان حقیقت ندارد سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید نهم فوریه 2022 میلادی و برابر با 20 دلوی 1400 هجری شمسی است خبرهای نشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر کشته شدن حبیب الله به دست طالبان حقیقت ندارد آقای غوریانی بیرون از شهر هرات هست و در قید حیات بوده و کاملا سالم و صحتمند است و هیچ گونه آسیبی به او و خانوادهش وارد نشده است. بنابراین تمام خبرهای نشر شده مبنی بر کشته شدن او و یا اسارت او به دست طالبان حقیقت ندارد. آقای غوریانی حدود چهار ماه پیش توسط گروه طالبان در ولایت هرات بازداشت شد و مدت را نیز در زندان به سر برد. آقای غاریانی اما موفق شد که از زندان این گروه فرار کند و مدت چند ماه به صورت مخفیانه در هرات زندگی می کرد ولی همچنان دید و بازیت های مردمی داشت. گروه طالبان تلاش فراوان کرد تا آقای غاریانی را متقاعد سازد با این گروه دوباره نشستی برگزار کند اما غاریانی گفت شما به عهد خود وفا نمی کنید و من نمی خواهم با شما دیدار و گفتگوی داشته باشم. منابع نزدیک به حبیب الله غوریانی در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که آقای قوریانی کاملا صحتمند است ولی فعلا به خاطر یک سلسله کارها و دیدارهای مردمی بیرون از شهر هرات رفته است و دوباره به شهر باز خواهد گشت